سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم پاکستان حمله زمینی را علیه قرارگاه طالبان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی را کرده است اردوی پاکستان دیروز گفت که جستجوی خانه به خانه را در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز کرده است در بیانیه ای اردوی پاکستان آمده که عملیات پس از آن آغاز شد که نزدیک به نیم میلیون نفر از این منطقه به جاهای دیگر انتقال داده شدند اردوی پاکستان گفت که 15 شورشی در ابتدا ابتدای این عملیات نظامی کشته شدند. عملیات زمینی به دنبال دو هفته از حملات هوایی و بمباران توپخانه بر اهداف شورشیان انجام می شود. نواز شریف صدر پاکستان این عملیات نظامی را آغاز دوران صلح و آرامش خوانده اما طالبان سوگند خوردند که دست به حمله متقابل خواهند زد. جسدهای سه نوجوان اسرائیلی گیلات شایر و نفتالی فرانکل 16 ساله و ایال یفره 19 ساله در میدان در نزدیکی هبرون دیروز پیدا شدند. مقام های امنیتی گفتند که جسدهای این سه نوجوان در نزدیکی جاده که گمان می رود هنگام گردش را بوده شده بودند دریافت شدند. هنوز روشن نیست که آنان چگونه مردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حماس را مقصر و مسئول دانست و گفت که بهای به این عمل را خواهد پرداخت. در شهر غزه اما سخنگوی حماس بر مقاومت در برابر هر گونه حمله تاکید کرد و گفت که بهایی را که نیروی اشغالگر در بدل هرگونه تجاوز خواهد پرداخت به مراتب بیشتر خواهد بود بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بیانیه این حادثه را تقبیح کرد و آن را عمل تروریستی در برابر جوانان بیگناه خواند اما اوباما در عین حال همه طرفها را به خیشتنداری فرا خواند از سوی دیگر بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد این کشتار را عمل توسط دشمنان صلح خواند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که آتش بس را تمدید نخواهد کرد و نیروهای اوکراینی به حمله علیه شورشیان در شرق این کشور ادامه خواهند داد آتش بس که بخش از طرح پروشنکو برای پایان دادن به شورش های طرفدار روسیه در شرق اوکراین بود ناوقت دیروز به پایان رسید پروشنکو این سخن را پس از دیدار با مسئولان امنیتی خود گفت پیش از این پروشنکو در یک تماس تلفنی با رهبران روسیه آلمان و فرانسه در مورد دای اوکراین بحث کرد و گفت که شورشیان به های وضع شده پایبند نبودند رئیس جمهور فرانسه گفته است که پروشینکو و همتای روسیش فلادمیر پوتین روی کار مشترک در مورد برقراری آتش بس موافقه کردند قرار است پارلمان جدید عراق امروز نخستین نشست خود را برگزار کند انتظار می روید که پارلمان رئیس جدید صدر و رئیس جمهور را برگزیند نوری المالکی صدر اعظم فیلی تلاش دارد تا برای یک دوره سوم در قدرت بماند منتقدان می گویند که مالکی به تنشهای فرقه دامن زده و سبب بحران کنونی در عراق شده است منابع اردو دیروز گفتند که نیروهای حکومتی بخشهایی از همه تکریت را در کنترل خود دارند و گزارشها از رسیدن تانک ها و توپخانه تقویتی به محل حکایت میکنند. در این حال بارک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که حدود 200 سرباز بیشتر امریکایی را برای حفاظت از امریکایی ها و سفارت امریکا در بغداد و عراق فرستاده است. و یک تیاره برقی ساخت شرکت ایربس ای ایفن روز جمعه در آسمان فرانسه به پرواز درآمد این تیاره دو نفری که برای ماموریت های کوتاه و شمول تمرینات آموزشی برای پیلوت ها استفاده می شود دو موتور برقی با قدرت مجموعی 60 کیلووات دارد این تیاره که برای نخستین بار در سال 2013 در شهر پاریس به نمایش گذاشته شد بسیار اقتصادی است به طوری که یک ساعت پروازش حدود 2 یورو هزینه می بردارد. این بود مجموعه خبری رادیو آزادی همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید آزادی رادیو نقطه کام. تشکر و خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و 100 اشاری پنج